پیام قماندان از وقایع مرکز به مردم افغانستان. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم خوش آمدید به دیگر از ویدیوهای کانال کابلوایز. تقاضا می‌نمایم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. صفحه جبهه مقاومت ملی در برگه رسمی فیسبوک خود می‌نویسد: فرمانده از وقایع مرکز در صف ما خائنی نیستند و جایی ندارند و ما منتظریم و هر زمان رهبر جبهه مقاومت ملی دستور جنگ بزرگ را دهد در میدان مبارزه معلوم می نماییم که رای ما حق است. انشاءالله پیروز هستیم و ما واقعا درد می کشیم و می خواهیم وطن ما را آزاد کنیم، چون بالای مردم درد، فقر و رنج است و پلانهای بزرگ ما انشاءالله تطبیق شدنی است. مقاومت ما ادامه دارد و مبارزه ما زنده است و در این راه ما توکل بر الله کرده ایم. در روزهای نزدیک شما شاید تغییرات مثبت در افغانستان خواهید بود. طبق یک خبر دیگر، روزنامه هشت صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: عبدالهادی صافی عضو پیشین پارلمان در اثر جراحات شدید جان باخت. منابع محلی در ولایت کاپیسا می گویند که عبدالهادی صافی عضو پیشین پارلمان و از فرماندهان جهادی ولایت کاپیسا که حدود یک هفته پیش در ولایت کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود، در اثر جراحات شدید جان باخته است. او از اعضای دوره 15 مجلس نمایندگان کشور بود. نزدیکان عبدالهادی صافی میگویند که وی روز شنبه 25 جدی در شفاخانه امرجنسی کابل درگذشته است. پسر عبدالهادی صافی در صحبت با روزنامه هشت صبح میگوید که پدرش با هیچ کس خصومت شخصی نداشت و تا کنون عملان قدرش مشخص نشده است. عبدالهادی صافی روز جمعه عبدای جدی زمانی که پس از ادای نماز جمعه قصد برگشت به خانه را داشت، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت زخمی شد. هرچند مقام های امنیتی طالبان در زمان وقایع حادثه اعلام کردند که در پیوند بین حمله تحقیق میکنند، اما ظاهراً تا اکنون موفق به شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد نشدند. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت حمله بر جان عبدالهادی صافی را بر عهده نگرفته است. پیش از این حملات علیه مقام های دولت پیشین به طالبان نسبت داده شده است، اما طالبان بارد این ادعاها پافشاری دارند که به فرمان عمومی پایبند هستند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلوایز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددکارتان. اوقات خوش داشته باشید.